غوای کروپسیونی در ساختار رستم امامعلی. مبارزه با اسلام به مکتب های تاجیکستان در رسید. ترتیبات نوی مراجعت به پریزیدنت رحمان. در ساختار زیدی کروپسیونی که پیشتر پسری رحمان رستم امامعلی سرداری میکرد، غارت عمومی اموال دولتی آشکار گردید. بنابراین تقریبا 17 نفر کارکنان این ساختار به حبس گرفته شدند که در بین حبس شدگان سابق جانشین رستم امامعلی نیز موجود است. به دستگیر شدگان عیب غارت اموال دولتی که برای ساختمان مرکز طبی استقلال جدا شده بود اعلان شده است. سرداری ساختار ضد کروپسیونی کنونی سلیمان سلطانزاده از شرح غوغای کروپسیونی خودداری نموده به مخفی بودن این موضوع اشاره کرد. طبق معلومات های آخر دستگیر کردن گمان بر شدگان تا حال ادامه دارد و یک چند کارمندان ساختار زیرین در کافتوکاو قرار دارند. باید قید نمود که غارتگری در زمان سرداری ساختار بودن رستم امامعلی عملی گردیده بود. جالب دقت است که تعقیب جنایی کروپسیونران از طرف رژیم رحمان نه برای غمخواری اموال دولت بلکه برای نمایش دادن گویا دولت با کروپسیون مبارزه برده ایستاده است کرده می شود. در اصل به همه معلوم است که کروپسیونر اساسی در کشور خود پریزیدنت رحمان بوده، از حساب ثروت مردم تاجیکستان اولاد خود را غنی گردانیده است. شهروندانی که با مهاجرت مهنتی در روسیه قرار دارند، حکومت تاجیکستان را از نو به تهلکه قرار داده ایستاده است. همین طور در دهه چارکوهی ولایت سوغد از طرف کارمندان میلیسه در مکتب تحصیلات عمومی چارابینی پروفیلاکتیکی گذرانیده شد. مقصد از تشکیل چنین چارابینی پیدا کردن معلومات اید علاقداری مهاجران مهنتی در حرکت های گوناگون اسلامی می باشد. در این خصوص با بی بی سی جانشین دیرکتری یکی از مکتب های دهه خبر داد. از طرف کارکنان حفظ حقوق، خوانندگان صنف های 5 تا 11 پرسش گذرانده شد که پدر و مادرشون کیستند و با چی کار مشغولند. اساسا سخن درباره پدر و برادران کلانسال آنها می رفت. اگر معلوم شود که نزدیکان آنها در مهاجرتند، از خوانندگان خواهش کرده می شد که با آنها زنگ زنند، معلومات درباره علاقه های تلفنی شخصان امکانیت دهند و با آنها آید خطرناک بودنی همراه شدن به اکستریمیستان نقل کنند. ابراز نمود او. چی طوری که معلوم شد وزارت معارف یک جای با ساختارهای قدرتی در حالت مقرری گویا با پروفیلکتیک اکستریمیزم و تروریسم مشغولند که در اصل تشویقات ضد اسلامی می باشد و خلاص. در همه دانشکده ها ساعت های تربیوی مقرر شده است که در آن راهبران صنف ها و کوراتوران درباره خطر تروریسم با طلبگان و دانشجویان می فهمانند. با راهبران صنف ها و کوراتوران باشد وزارت کارهای داخلی کارهای پروفیلاکتیکی می گذراند. خبر داد کاتب مطبوعاتی وزارت معارف احسان خوشوقتف. حکومت تاجیکستان خبرنگارانی و سایت اخباری عامه دولتی را عهده‌دار کرده است تا اینکه آنها وقتی که نام پرزیدنت را در گزارش‌های خود معرفی می‌کنند، مقام و مرتبه او را با ترتیب زیرین باید بگویند. اساس گزاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت. در این خصوص رادیوی آزادی تکیه به خبرنگاری نشریه دولتی خبر داد. چی طوری که خبرنگار میگوید پیشتر رسانه های دولتی با نامبرکنی کوتاه به مثل جناب عالی یا اینکه پیشوای ملت اکتفا میکردند. اکنون باشد طبق ترتیبات مقرر شده خبرنگاران باید همه عنوان های رحمان را نامبر کنند. خطی اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت